جرام به دوی سب حکومت از یک طرف یک بار فرمان صادر کرد، بعد از او که مسترد شد دوباره باز فرمان صادر کرد، و از طرف دیگه تحلیل که حکومت زیاد علاقه من نبود، یعنی چرا باید علاقه من نمی بود؟ دلیل عدم علاقه و حکومت در این مورد چیست؟ به ارتباط بحثای زیادی جریان داره که حکومت چرا علاقه مندی برگزاری انتخابات یا آوردن اصلاحات نداره. خب یکی موضوع برمیگرده به ای که حکومت به ای که نتیجه انتخابات یا مطابق میل حکومت یا سامدارای حکومت باید است میده بله. آیا میتونه باشه یا نه؟ چون شما میبینید که خوشبختانه یا متاسفانه با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی ما شاهد بسیار بحران ها در کشور بودیم، بحران ناامنی تشدید شد، بحران اقتصادی، بی‌ثباتی سیاسی، و یقینا مطابق سروی های این صورت گرفت قریب 80 تا 85 و حتی شاید 90% مردم از حکومت وحدت ملی ناراضی هستند و رضایت ندارن. برگزاری یک انتخابات یقینا میتونست که و متعاقب انتخابات برگزاری لوی جرگه است، لوی جرگه قانون اساسی، لوی جرگه است که در ارتباط با سرنوشت حکومت وحدت ملی تصمیم میگیره. یقینا ورود نمایندگانی که زاویه داره با حکومت وحدت ملی ممکن بود این جرگه به نفع حکومت وحدت ملی یا سهامدارای حکومت وحدت ملی فیصله صادر نکنه. این نگرانی بود، یک تشویش بین رهبران یا سهامداران حکومت وحدت ملی عمال هم موجود هست. اما واقعیت است که این یک نگرانی است که چندان مبنای منطقی نداره. خود نفس برگزاری انتخابات، آوردن اصلاحات یک میتونست یک دستاورد کلان برای حکومت وحدت ملی باشه. حکومت وحدت ملی میتونست بگوید که ما از یک فضای کاملا مبهم و نفسگیر انتخاباتی اوزار اصلاحات آوردیم، تذکره را توزیع کردیم، لیست ها را دقیق کردیم، یک انتخابات شفاف و سالم برگزار کردیم. ایلوی جرگه مسئول اونمو انتخابات نسبتا شفاف و سالم هست. حتی اگر حکومت وحدت ملی هم در ختم جرگه موجودیتش امکان پذیر نمی بود، نفس برگزاری انتخابات و هیچ جرگه یک کلان پیروزی بود برای حکومت، برای کشور می بود، برای کشور بود و حتی برای خود حکومت بود که حکومت میتونست بگه که ما در مدت کوتاه با وجود ناامنی ها، با وجود بی‌ثباتی سیاسی تانستم که یک دستاورد چشمگیر داشته باشم. حال متاسفانه رهبران و سهامدارای حکومت وحدت ملی وضعیت را به گونه نگاه میکنه که هیچ چشمانداز و امیدواری در ختم حکومت برای خود متصور نیستن در ساختار نظام سیاسی افغانستان. یعنی سهامدارای حکومت وحدت ملی به هر کدامش که شما نگاه میکنید مردم هم همین تفسیر را دارن که آخرین آینده سیاسی نداره. آینده سیاسی نداره و آخرین مرحله است و خود از اینا هم با رفتارها و با تصمیم گیری هایی که با اعضای تیم خود داشته عملا این تصور و تلقی به وجود آورده که شاید تمام عمر سیاسی از نای نمی یکی دو سه سالی که مانده است. و بنابراین تمام تلاش خود میکنه با استفاده از ابزارهای قانونی و غیر قانونی به عنوان یک ابزار که میتونه تداوم این حکومت را حتی اگر شده با یک مکتوب جانکری هم که شده می حکومت را دوام بده. مجموعی از این من فکر میکنم که آینده خوبی برای افغانستان نداره، چون ما نظام های سیاسی مدرن داریم، نظام های سیاسی سنتی داریم و نظام های سیاسی که تلفیق زردست. نظام سیاسی که ما در افغانستان شاید از استیم ظاهرا و به لحاظ شکلی یک نظام سیاسی مدرن است که به اساس آرای مردم پایتان روی کار به آقای کرزی در دو انتخابات ریاست جمهوری به اساس آرای مردم حکومت کرد و در ختم دوره خود به اساس یک انتخابات حکومت را رها کرد. بله. پارلمان داریم به اساس رأی مردم می و بسیاری از استقامت های دیگر. در یک نظام سیاسی مدرن مشروعیت مبنای مشروعیت مشروعیت مردمی است، آرای مردم است. بله. وقتی آرای مردم در یک حکومت مشروعیت نداشته باشه، موضوعیت نداشته باشه، اون مشروعیت خود از کجا میگیره؟ مخالفین مسلح که به یک نظام سیاسی غیر مدرن و سنتی و ایدئولوژیک باور داره، اونها خب برایش نمشیت و رأی مردم مهم است. بله بله. اونها مبنای از نام مبنای ایدئولوژیک است که از چقدر مشیت دینی داره. کی حکومت را اونها قائل نیست که مشیت دینی داشته باشه.
مشروعیت مردم یک زیر سوال بره، تداوم این حکومت، تصمیم‌گیری هایی که صورت میگیره، این میتونه پیامدهای جبران ناپذیری برای ملت افغانستان و برای منافع ملی افغانستان داشته باشه. این نگرانی پیش از نام موجود است. به نظر من سهامدارای حکومت وحدت ملی با یک نگاه دوراندیشانه در یک افق کلان باید از روز اول اگر هیچ کاری نمیکردن تلاش میکردن که اصلاحات انتخاباتی رو بیاره و انتخابات رو برگزار کنه. من باور دارم بخش قابل توجهی از وکلا، شاید بگم بیشتر از نصف وکلا، به شدت به دنبال برگزاری انتخابات هستند. وکلا به شدت طرفدار برگزاری انتخابات هستند. یک تعداد از وکلا زحمت کشیده، پایگاه خوبی در بین مردم داره، 100% با در نتیجه انتخابات شفاف امیدوار هستند به آوردن رای. و در اینکه انتخابات هم برگزار نشه، حکومت وحدت ملی خود تداوم میده و متاسفانه تبصره های مردم و افکار میره متوجه شورا میسازه. این هر دویش به نفع منافع ملی افغانستان است. چی وضعیت خود آمد سر ازو پسان صحبت میکنیم، لیکن بین خوشبین باشیم که حکومت میخواه انتخابات صورت بگیره، لیکن با رد دوباره فرمان آل رای که بخاطر آیا بایمی کمیسیون انتخابات صورت خواهد گرفت و یا اسم کدام رای دیگه وجود داره، حکومت چی خواهد کرد بعد از این؟ یکی حکومت چی میکنه؟ ما یعنی اگر تصمیم داشته باشه که انتخابات صورت بگیره، بله. یکی حکومت، من قبل هر چیز فکر میکنم حکومت باید نگاه خود و طرز دیدگاه خود به تداوم حکومت، به رأی مردم، به مشروعیت، به حاکمیت، به قدرت، به اقتدار باید تغییر بده. حکومت به این جنبندی برسه که چند سباهی اگر ما در بر عرکی قدرت حضور داریم باید با نظر و رضایت و مشروعیت آرای مردم باشه، یک. و طبیعتا باید با مردم خود صادق باشه. مبنای صداقت برای آوردن اصلاحات انتخاباتی است که قبل از هر بحثی باید تذکره الکترونیکی توضیح شود. همونطور که مسئله قانون تحصیلات عالی در نتیجه تفاهم در پارلمان بسیار خوب وجه رای گرفت، تیر شد، تذکره الکترونیکی هم باید عاجل توضیح شود، لیست رای دهنده ها تثبیت شود، کسانی در انتخابات قبلی مستندن در تقلبات دست داشته باید به محاکمه سپرده شود. ما نمیگیم که انتخابات آینده با حضور کمیشنرهای موجود برگزار شود، ولی هم پارلمان افغانستان نمیتونه بپذیره که به بهانه آوردن اصلاحات انتخاباتی و دور کردن کمیشنرهای موجود مهندسی مجدد در انتخاب کمیشنران آینده صورت بگیره. باید مکانیزمی در تفاهمی با پارلمان افغانستان جور شود، کمیشنرهایی که میآیند کاملا بی‌طرف و فقط با در نظر داشت منافع ملی کشور آماده و انگیزه لازم را برای آمادگی لازم را برای برگزاری انتخابات کاملا شفاف داشته باشه. ما باور عمیق داریم پارلمان افغانستان و بخش قابل توجه از وکلای ملت افغانستان باور عمیق داره که هیچ چیزی حتی اگر نفع شخصی افراد را هم در نظر بگیریم برای آینده افغانستان، برای تامین ثبات افغانستان، برای تامین امنیت افغانستان بهتر از آوردن اصلاحات واقعی در انتخابات، در روند برگزاری انتخابات و برگزاری انتخابات شفاف و سالم موجود نیست. درست. از اصلاحاتی که و از کارهایی که شما یاد کردین، پس باید قبول کنیم که تا یک سال دو سال دیگه انتخابات آیا ممکن است؟ لست باید جور شود، تذکره توضیح شود و با تفاهم با پارلمان اصلاحات صورت بگیره. پس انتخابات به زودی ها ممکن خواهد؟ متاسفانه حکومت وحدت ملی در این قسمت ثابت ساخت که اراده واقعی برای برگزاری انتخابات نداره. در دو سالی که وقت گذشت حکومت وحدت ملی بسیار وقتهای طلای رضایی ساخت. اگر حکومت اراده جدی می داشت، ما در این روزها در این لحظه کمال هستیم شاهد فعالیت و آغاز با کار پارلمان 16 بودیم. حکومت نشان داد که اراده نداره. متاسفانه امروز ملت افغانستان و پارلمان افغانستان بین دو گزینه قرار گرفته، بد و بدتر. بدتر این است که ما عاجل یک انتخابات برگزار کنیم که او انتخابات نیست، انتصابات است. در عدم موجودیت بودجه، در عدم موجودیت امنیت در سراسر افغانستان، در عدم موجودیت شفافیت، در عدم
در فقدان موجودیت اصلاحات بنیادی در کمیسیون‌های انتخاباتی در مکانیزم ها یک تعداد افراد بیه که افراد گزینشی 50-50 باشه، شرکت 50-50 باشه، یا حتی شایعات موجود که تا 70% را انتصابی باشه، 30% در شهرهای کلان به خاطر پوشش به صورت انتخابی بیه. این بحث هم در پارلمان متاسفانه جریان داشت که حتی اعضای ولسی جرگه 17 را اعضای شرکت سهامی حکومت وحدت ملی بین خود تقسیمات کرده و کاملا مشخص کرده که چند نفر از کدام تیم چند نفر از کدام تیم بیه به پارلمان افغانستان. یک گزینه است که ما بریم به سمت انتخابات و یقینا کشور در اون صورت سکوت نخواهد کرد. شرایط از بی‌ثباتی سیاسی و ناامنی که فعلاً جریان دارد در نتیجه انتخابات پرتقلب و مهندسی شده وضعیت کشور میرفت شاید به سمت یک بی‌ثباتی جدید دیگه. ما ناامنی را از سوی مخالفین مسلح فعلاً شاید هستیم. در اون صورت شاید که مظاهرات و جنجال‌های شهری و بند کردن سرک‌ها و احتمالاً درگیری‌ها در شهرها در نتیجه انتخابات ممکنه ما شاید باشیم. این گزینه بدتر است. گزینه بدی است که این می پارلمانی که نیمبند مشروعیت داره، چون در قانون اساسی به صراحت آمده که در ختم سال پنجم یا در سرطان سال پنجم وضعیت کرد و در اون بند آمده که پارلمان بعدی یا ولسی جرگه بعدی زمانی میتونه کار خود آغاز کنه که انتخابات صورت گرفته باشه. نفع و تایید هر دو وجود داره. نفع و تایید هر دو وجود داره. پس ما میتونه بگیم که پارلمان موجود اینطور هم گفته نمیتونیم که کاملا مشروعیت داره، چون سرطان سال پنجم خیلی وقت تیر شده. بله. و اینطور هم گفته نمیتونیم که قطعا فاقد مشروعیت است، چون باید برای پارلمان انتخابی جدید تحویل بده. بله، ماده مشخص قانون اساسی است که پارلمان بعدی زمانی میتونه که موجود زمانی کارش ختم میشه که پارلمان قبلی در نتیجه انتخابات تعیین شده باشه. پس او تعیین نشده. پس ما بین گزینه بد و بدتر هستیم. من فکر میکنم که چیزی که به نفع افغانستان است هنوزم دیر نشده. حکومت افغانستان باید اراده جدی داشته باشه، اصلاحات انتخاباتی را در همانگی و در مشوره با نهادهای مدنی، نهادهایی که در حوزه انتخابات افغانستان به صورت آزاد فعالیت میکنه، نظرات بسیار خوبی داره، در همانگی با کمیسیون‌های موظف در شورای ملی افغانستان عاجل اصلاحات انتخاباتی رو بیاره، تذکره الکترونیکی رو توزیع کنه، لیست رای دهندگان تثبیت بکنه. مشروعیت برش از کجا خواهد آمد؟ من فکر میکنم که در صورتی که حکومت وحدت ملی همونطوری که در نتیجه یک توافقنامه مشروعیت گرفته و پارلمانی که نیمه مشروعیت داره، مشروعیت گرفته؟ نیمه مشروعیت داره پارلمان. حکومت به اساس توافقنامه آیا مشروعیت گرفته یا نه؟ خب اگر ما سر نفس مشروعیت حکومت وحدت ملی یک باب جدید را باز بکنیم، یقینا این مشروعیت مشروعیت قانون اساسی نیست. این مشروعیت در نتیجه یک توافقنامه، یک ورق کاغذ با فشار و وساطت امریکایی ها وجود آمده. پس انتخابات هم همه قسم یک مشروعیت خواهد داشت مثل که حکومت داره. اگر حکومت کوشش بکنه که با استفاده از راههایی که به تعبیر عامیانه ما از اونها راههای بزره و یاد میکنیم موجود است، پارلمان افغانستان، مشران جرگه، نهادهای مدنی، بتونه که یک اصلاحات قوی به وجود بیاره، حمایت سازمان ملل به وجود بیاره، حمایت مردم افغانستان به وجود بیاره، یک شفافیت عمیق را به وجود بیاره، تذکرها توزیع شوه، لیست ریدنده تثبیت شوه، من فکر میکنم که تمام مردم افغانستان و جامعه جهانی از استقبال میکنه و نتیجه یک چون انتخاباتی هم یک نتیجه خواهد بود که ثبات و امنیت برای افغانستان برمغان خواهد آورد. اما عملی هست ابی چیزی که شما میگین؟ عملی هست در صورت در شرایط موجوده، نیت و ارادی که حکومت و نگرشی که با آینده سیاسی خود داره کار ممکن است؟ من میخواستم به این نکته اشاره بکنم. در صورت که نیت جدی حکومت وحدت ملی و سهامدارای حکومت وحدت ملی موجود باشه، ولی متاسفانه روندی که ما در دو سال شاهد هستیم، هم دکتر عبدالله سکوت کرده که خود دکتر عبدالله از
اولین کسایی بود که سری بس اصلاحات انتخاباتی میگفت تمام همغم حکومت وحدت ملی در قدم اول یا الف آجندای ما اصلاحات انتخاباتی است. فعلا سکوت کرده. فهم ما است که اوضاع سیاسی در کشور بسیار تغییر کرده. هر دو تیم سهامدار در حکومت وحدت ملی تقریبا 90% طرفدارای خود از دست داده، هم تیم تحول و تداوم و هم تیم اصلاحات و همگرایی. پس منطقی نیست که این حکومت اصلا طرفدار انتخابات نباشه و با یک شکل به حیات خود به شکل موجوده ادامه بده؟ حکومت وحدت ملی که هر دو تیم 90% طرفدارای خود از دست داده، هم تیم دکتر صاحب غنی و هم دکتر صاحب عبدالله، هر تیم امروز به 3-4 نفر فقط خلاصه شده. به 3-4 نفر؟ 3-4 نفر خلاصه تیم ها نیستن. دیگه تیم موجود نیست. دیگه تیم موجود نیست. شما به عنوان مثال در پارلمان افغانستان 50% در یک تیم بود، 50% در یک تیم دیگه. شما امروز پیدا کنید شاید به ندرت تک یک یا دو نفر وکیلی در پارلمان موجود باشه که در یک استیما موجود باشه. احزاب سیاسی که در کشور موجود است، خرد یا کلان، یا در اون تیم بود یا در این تیم بود، شما پیدا کنید شاید یک حزب پیدا نتونید که واقعا در کنار حکومت رضایت داشته باشه. بنابراین با توجه به منطق حکومت وحدت ملی یا شرکت سهامی به نام وحدت ملی، او طبیعی است که اونا احساس میکنه عقبه خود از دست داده، بنابراین تمام ابزارها رو استفاده میکنه که وضعیت رو به گونه تا 2-2.5-3 سال دیگه ختم کنه که بتونه 5 سال خود پر بکنه. چون امید نداره که بتونه در نتیجه یک انتخابات شفاف حکومت وحدت ملی تداوم داشته باشه. درست. عمر پارلمان چون انتخابات صورت نگرفت یک دوره تمدید شد. آیا ممکن است که چند بار دیگه هم تمدید شود، بار دیگه هم تمدید شود عمر پارلمان و مشروعیت حکومت و تمام اداره، یعنی به کدام طرف ما روان هستیم؟ اگر چون قوه اجرایی ما، وزرای ما، دیگه مساحت ما از این پارلمان رای تایید میگیرن، اگر پارلمان هم به این شکل معلق باشم، پس به کدام یا به طرف یک دیکتاتوری نمیریم؟ یک نظامی که اساس قانونی اصلا نداره و اراده چند نفر در رو حاکم است؟ مجموعه نظام سیاسی، نمیگم حکومت وحدت ملی، بله، مجموع نظام سیاسی ما که ما میتونیم تعبیر دقیق‌تر از دولت داشته باشیم، اینمی دولت، اینمی نظام سیاسی، یا دقیق‌تر اگه بگیم دولت، با اونمو یک بند به نیم یک بند که میگه پارلمان افغانستان در ختم سرطان سال پنجم ختم میشه، پارلمان تا زمان نیم دیگه از اون بند میگه که پارلمان موجود تا زمان کار خود ادامه میده که انتخابات برگزار شده باشه. یعنی قوه مجریه هم بهمون نیم بند امروز آویزان است. استرا محکمه هم بهمون آویزان است. خود شورای ملی هم بهمون نیمی بند. ولی برای چند دوره؟ بس هم اینجاست که تداوم این وضعیت بی ثباتی در افغانستان تشدید میکنه. البته وضعیت برای سال ششم پارلمان با سال 5 سال دیگه متا تمدید شوه، با سال دهم هیچ فرق نمیکنه. اونم حکمی که برای ختم سرطان سال پنجم برای حکومت وحدت ملی، برای پارلمان افغانستان بوده، اگر این 10 سال هم طول بکشه عین هم حکم داره. به اون میزانی که مشروعیت داره، 10 سال بعد هم مشروعیت داره، به اون میزانی که مشروعیتش ختم شده بعد از سرطان سال پنجم عین هم. لیکن مشروعیت مردمیش چطور خواهد شد؟ مشروعیت اخلاقی چطور خواهد شد؟ لیکن این باعث بی‌ثباتی سیاسی در کشور میشه. یعنی هر چه زمان بگذره، از سال قبل کرده امسال ما میبینیم بی‌ثباتی سیاسی افزایش پیدا کرده. شما باور بکنید سال آینده بی‌ثباتی سیاسی ازی کرده هم بیشتر خواهد میشه. چرا؟ چون ما در پنجم میزان 2 سالی که در توافقنامه دو تیمی که حکومت تشکیل داده، 5 میزان ختم 2 سال عمر از نام ختم میشه. باید تا حال انتخابات میشد، لوی جرگه برگزار میشد و لوی جرگه به ارتباط کیفیت حکومت و شکل حکومت در بعد از 2 سال باید تصمیم میگرفت. شما تصور بکنید اما مشروعیت توافقنامه از بین میره. از احسن، از 3 ماه دیگه مشروعیتی که حکومت وحدت ملی در توافقنامه داشت ای هم از بین میره. مشروعیت انتخاباتی که وجود نداره، مشروعیت انتخاباتی که موجود نیست، پارلمان هم که با منیم یک بند فعلا کار خود ادامه میده، نامنی هم که گسترش پیدا بکنه، بحران اقتصادی ادامه پیدا بکنه. شما تصور بکنید که اینجا ملت افغانستان در هرج قرار میگیره، منافع ملی افغانستان
جدی آسیب میبینه. به نظر ما حکومت وحدت ملی بیش از آنی که به دنبال استفاده از سناریوهای مختلف برای تداوم عمر خود باشن و سعی کنه که توبره در میدان پارلمان، توبره در میدان نهادهای مدنی، توبره در میدان اینان بندازه، به صورت جدی یک آجندا رو روی دست بگیره و او آوردن اصلاحات انتخاباتی، توزیع تذکره، تثبیت لیست رای دهنده و با تمام قوا آماده بگیره برای برگزاری یک انتخابات سالم و شفاف. اگر به دنبال حکومتی باشه که زمان را تمدید کنه، اگر به دنبالی باشه که احیانا کمیشنرهای جدید را به دنبال مهندسی در کمیشنرها باشه نصب کنن، مطمئن باشید که ما در کابل، در هرات، در بلخ، در قندهار، در جای جای افغانستان، اگه امروز جنگ در دهات روستاها است، ما در بعد از اون انتخابات غیر شفاف و غیر سالم شاهد جنگ های خیابانی خود بودیم و طبیعی است که نتیجه از سقوط اینمی حکومت است که فعلا نفس های آخر خود می درست. جان کیری آمد و به یک نوع کوشش کرد که مشروعیت 3 سال دیگر هم برای حکومت، گفت که موافقت نامه 2 سال برای 2 سال نیست، برای 5 سال است. به معنی چی؟ یعنی آیا امریکا هم طرفدار ادامه امی وضعیت است؟ البته بس که آقای جانکری کرد یک مداخله صریح، آشکار و مستقیم در امور افغانستان بود. اما کس ندانه که اینمی حکومت حیات مماشتش یا در واقعیت میتونم بگیم سردمداران اینمی حکومتی موجود بیش از این که حیات ممات خود مدیونی مردم افغانستان و رأی مردم افغانستان بدانه، حیات و ممات خود مدیون امریکایی میبینه متاسفانه. و خوب بود من به بعضی نزدیکان رئیس جمهور هم مشوره دادم، البته بعد از قضیه، که خوب بود رئیس جمهور برای جان کری مشوره میداد و این گپ پخته میکرد که مطرح کردن این موضوع عملا اگر متهم بود که حکومت دستشانده امریکاست، ثابت ساخت که حکومت دستشانده امریکاست. مداخله آمریکا در امور افغانستان کاملا مردود است. ملت افغانستان با همه مشکلات، فقر و نداری که بوده، هیچگاهی مداخله سریع و آشکار قدرت‌های منطقه و جهانی در امور خود نپذیرفته. عملکرد آقای جان کری اگر عملکرد کاملا مداخله گرایانه است، حکومت وحدت ملی باید پاسخگو باشه به ارتباط و یقینا بحث جان کری به هیچ عنوان مدار اعتبار بوده نمیتونه. لیکن نیت امریکا رو خوشکار میسازه، یعنی این نیت امریکا رو که امریکا خواهان ادامه این وضعیت است. امریکا به دنبال منافع خود هست. اونا تیم حاکم، تیم دموکرات ها، تیمی که در کاخ سفید حاکم است، نمیخواد که در افغانستان پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در امریکا یک تشنج و تنش و بی‌ثباتی سیاسی به وجود بیاید. امروز امریکا در 2 استقامت میتونه که تیم حاکم دموکرات ها در برابر رای دهنده های امریکایی مانور بیته. یکی مسئله مذاکرات هسته‌ای امرای ایران بود که سر از مانور میته. یکی که ما در افغانستان تانستیم یک ثبات به وجود بیاریم و هر حرکتی که بتانه این ثبات در اینجا منفی نشان بیته، به ثباتی سیاسی رای به ثبات برسانه، سر آینده تیم سیاسی حاکم در امریکا، تیم دموکرات ها، بسیار تاثیر مستقیم داره. اونها منافع خود تعقیب میکنه. برای از نام مهم نیست، همونطوری که آقای کرزی رئیس جمهور اسبق یک زمان گفته بود که در انتخابات سال 1389 بود بخیالم که گفت ما وقتی با آقای البروک پیشنهادهایی رو مطرح کرد که با قانون اساسی باید نادیده بگیریم، تصمیماتی با آقای کرزی وقتی همراه آقای البروک گفته بود خب ما قانون اساسی داره، می پیشنهاد شما خلاف قانون است. او بسیار سریع گفت کشور غریب، فقیر، مردمی در بدر، قانون اساسی چی میکنید؟ نگاه امریکا به افغانستان نیست که کشور غریب شما قانون اساسی چی میکنید؟ قانون اساسی چی میکنید؟ کتاب هایی که خاطراتی که از دولت مردای امریکایی نشر شده ما میخوانیم، به خوبی ذهنیت از وار ما متوجه میشیم که برای اونها منافعشان مهم است و نه ثبات سیاسی در افغانستان و نه ملت سازی در افغانستان و نه حاکمیت قانون در افغانستان. و فاجعه است که حکومت ما عوض منافع افغانستان، شما گفتن که بیشتر متکیستن با امریکای و خارجی ها. متاسفانه همونطور که پیشتر عرض کردم، اونا بیش از اینکه حیات و ممات خود را در گروی رأی و نظر و اراده ملت افغانستان بدانه، در گروی
ای که آقای اوباما یا آقای جان کری چی اراده داره و نتیجه چون این حکومت من فکر میکنم که اینمی نظرسنجی میشه که 90% مردم رضایت ندارن از حکومت. بسیار زیاد تشکر. شکر. سلامت باشید. سلامت باشید. گران لدون کو تاسو نه هم ډیره منو رسول سپورم سلامي راتلونکي بحث پورم په خدای سپارو الله مو